شاید بسیاری از مسلمانان کشورهای اسلامی آرزوی رفتن به آمریکا و اقامت در این کشور را در سر دارند اما این مسلمانان جا دارد قبل از هر اقدامی برای سفر به آمریکا از برخی نظرسنجی های اخیر انجام شده در مورد وضعیت دانش آموزان مسلمان در برخی ایالت های آمریکا اطلاع یابند بر اساس نظرسنجی منتشر شده در آمریکا حدود 56 درصد از دانش آموزان مسلمان در کالیفرنیا گفتند که به دلیل هویت مذهبی خود در مدرسه احساس ناامنی، نامطلوب بودن یا آشفتگی می کنند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. محققان شعبه کالیفرنیا در شورای روابط اسلامی آمریکایی با انجام یک نظرسنجی اعلام کردند که حدود 56 درصد از دانش آموزان مسلمان در کالیفرنیا گفتند که به دلیل هویت مذهبی خود در مدرسه احساس ناامنی، نامطلوب بودن یا آشفتگی می کنند. این بالاترین درصد دانشجویانی است که این احساسات را از زمانی که گروه مدافع شروع به انجام نظرسنجی درباره خشونت در محوطه دانشگاه علیه دانشجویان مسلمان در سال 2013 کرده ابراز می کنند. این نظرسنجی هر سال بر روی حدود 700 دانش آموز بین ژانویه و اوت انجام می شود. پاسخ دهندگان از کلاس پنجم تا دوازدهم بودند که بیشتر آنها در دبیرستان هستند. ام شابای وکیل حقوق مدنی شورای روابط اسلامی آمریکایی که در آنهی مستقر است یافته هایی به دست آمده از این نظرسنجی را نگران کننده توصیف کرد. وی در این باره گفت امسال شاهد بیشترین تعداد دانش آموزان در مدرسه بوده ایم که میگویند احساس ناامنی می کنن. 20 درصد از دانش آموزان به دلیل این احساسات در کلاس ها غیبت کردند. به گفته وی آنچه بیش از همه ناراحت کننده بود این بود که این نظرسنجی نشان داد که از هر چهار معلم مدیر یا سایر بزرگ سالان مدرسه یک نفر از زبان توهین آمیز درباره اسلام یا مسلمانان استفاده می کند. این امر باعث می شود که ارزیابی محیط مدرسه و اجرای سیاست عدم تحمل درباره خشونت اهمیت بیشتری پیدا کند. همچنین مهم است که مدارس معلمان را در زمینه مشاهده و توسعه برنامه های درسی ضد نجات پرستی و دوره های تحقیق قومی تربیت کنند. وی در ادامه افسود از آنجایی که بسیاری از مسلمانان اصالتا آسیایی هستند با نجات پرستی و آزار و اذیت مواجه می شوند. زیرا جنایات ناشی از نفرت و جنایات نفرت علیه آسیا افزایش می در پایان گفتنی است آزار و اذیت خشونت و اسلام حراسی مشکلاتی است که دانش آموزان مسلمان در آمریکا روزانه با آن مواجه هستند این مهم است که به یاد داشته باشید این اتفاق در خلع نمی افتد و فقط در کالیفرنیا نیست